طبق پیشبینی ها مقاومت آنتی بیوتیکی تا سال 2050 می تواند مرگ 10 میلیون نفر در هر سال را رقم بزند. مقاومت آنتی بیوتیکی زمانی رخ می دهد که باکتری ها و قارچ ها توانایی لازم برای زنده ماندن در برابر آنتی بیوتیک ها را به دست بیاورند. مرحله ای که در آن باکتری ها بر اثر استفاده بیش از اندازه یا نابجا از آنتی بیوتیک ها به ابر باکتری تبدیل می شوند. ابر باکتری ها می توانند زندگی هر فردی را تهدید کنند. از همین رو سازمان بهداشت جهانی مقاومت آنتی بیوتیکی را در فهرست خطرهای بالقوه برای سلامت بشر قرار داده است. بسیاری از پیشرفت‌های پزشکی امروز در نتیجه مبارزه با عفونت‌ها با استفاده از آنتی بیوتیک‌ها به دست آمده است. پنیسیلین به عنوان اولین آنتی بیوتیک تجاری در سال 1928 توسط الکساندر فلمینگ کشف شد. از آن پس با وجود کشف آنتی بیوتیک‌های دیگر مقاومت آنتی بیوتیکی مشاهده شد و همین مسئله کم کم از بین بردن ابر باکتری‌ها را دشوارتر کرد. ایران هم از این قاعده مستثنا نیست، به طوری که بر اساس آمارها سرانه مصرف آنتی بیوتیک در ایران 14 تا 16 برابر استاندارد جهانی است. آنتی بیوتیک ها جزو داروهای مهم در نجات جان انسان ها محسوب می شوند و از آنها در درمان عفونت های خفیف مانند عفونت ادراری تا برخی بیماری های خطرناک استفاده می شود. اما مهمترین مسئله در مبارزه با ابر باکتری ها تجویز بجا و به اندازه آنتی بیوتیک و البته پیشگیری از به وجود آمدن عفونت است. رعایت برخی نکات بهداشتی ساده می تواند تا حد زیادی از ما در برابر ابر باکتری ها محافظت کند. شستشوی منظم دست ها با آب گرم و صابون، خشک کردن کامل دست ها پس از شستشو، سرفه و عطسه نکردن روی دست ها، شستن دست ها پس از تماس با گوشت خام، تخم مرغ و تمام محصولات حیوانی خام، شستن دست ها پس از تماس با فرد بیمار، به اشتراک نگذاشتن وسایل شخصی مانند ریش تراشی یا حوله، استفاده از صابون های ضد باکتری و ضد عفونی کننده ها، حفظ بهداشت و محافظت در روابط جنسی، طبخ غذا با دمای مطمئن برای از بین بردن هر گونه باکتری و قارچ و عدم استفاده از آنتی بیوتیک ها برای درمان عفونت های ویروسی مانند آنفولانزا.